برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. منابع آگاه عراقی صبح امروز سه‌شنبه فاش کردند که برخی شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی عراق اخیراً به کشور اردن پیشنهاد دادند که یک فرودگاه هرچند کوچک در شهر کرک در جنوب این کشور تأسیس کند. به گفته پیشنهاد کنندگان این موضوع، هدف از ساخت این فرودگاه تسهیل زیارت زائران و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در سراسر جهان برای سفر به این منطقه و زیارت حرم مطهر جعفر طیار رضوان الله تعالی علیه، برادر امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در شهر کرک واقع شده می باشد. مراسم بزرگداشت سالروز ضربت خوردن مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در دفتر حجت الاسلام و المسلمین ستراوی نماینده بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله در کشور بحرین برگزار شد. در این مراسم ده‌ها تن از مؤمنان و شخصیت‌های دینی و فرهنگی حضور داشتند و به اقامه عزاداری پرداختند. در 18 ماه مبارک رمضان 1444 هجری قمری و همزمان با شب ضربت خوردن مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله در شهر مزار شریف در شمال افغانستان تعدادی گوسفند ذبح کرد. گفتنی است گوشت این گوسفندهای ذبح شده میان خانواده‌های نیازمند و ایتام که تعدادشان به ده‌ها خانواده می‌رسد توزیع گردید. منابع رسانه‌ای در کشور الجزایر از ارائه لایحه قانون جدید مطبوعات در این کشور توسط پارلمان الجزایر خبر دادند. در همین حال منابع محلی فاش کردند که این قانون جدید مطبوعات که روز گذشته دوشنبه لایحه آن ارائه شده و روز پنجشنبه قرار است برای تصویب آن رأی گیری شود، آزادی مطبوعات در الجزایر را محدودتر خواهد کرد. در فهرست جهانی آزادی مطبوعات که در سال 2022 میلادی منتشر شد، در میان 180 کشور جهان الجزایر رتبه 134 را به خود اختصاص داد.